خب عرض کنم خدمتتون که اون مسئله پرفورمنسی مسلما یه مقدار مشکل برام خورد. کسی هست حالا روی TLS ارتباطات سنگینی داشته باشه و به مشکل پرفورمنسی خورده باشه؟ این موضوع محسوس نبوده براتون؟ ببینید تقریبا از این مراحلی که ما داشتیم، اگه اون اسلاید اولیه رو ما برگردیم بهش، اینجا ببینید یه عددی این بغل نوشتیم. این تریپل وی که در واقع اینجا میبینید برای TCP 50 میلی سکنده، این مرحله 110 میلی سکنده. خب حالا سازوکارهایی که برای بهبود پرفورمنس به وجود اومده تو TLS هم یه اختصاری بهش یه بپردازیم. ببینید با توجه به اینکه این مشکل پرفورمنس مسئله شده در گذر زمان، اومدن اینو اپتیمایز کردن، یه سری مکانیزمایی توش بیاسازی کردن که بتونن بهبود بدن این رو، چون به حال سربارش زیاد بوده. دو تا از چیزهایی که پیاده سازی شده و تو TLS ورژن 1.3 که داره میاد در واقع ارائه شده، حالا من اینجا گفتم بد نباشه شاید در موردش صحبت بکنیم، یکی فالس استارت، یکی هم سشن ریسامشن که در واقع اینجا ما دوتا رو باید یه مختصر با هم صحبت بکنیم. ببینید سمت چپ یه دونه حالت فول TLS هنشیکینگه که در واقع همون مداره که قبلا صحبت کردیم و داره نشون. سمت راستیه رو ببینید، آخرین مرحله بعد از اینکه اینها اومدن و اون اطلاعات کلاینت اسپک و اینا کیو اینها تبادل شد، قبل از اینکه سرور جوابو بهش بده و فینیش بشه، کلاینت شروع میکنه دیتا فرستادن. در واقع خودش یه مرحله پیش قدم میشه که بتونه در واقع سریعتر این کار رو انجام بده. به این میگن TLS فاست استارت که از TLS یک هم بوده، یک و دو همه اینا ساپورتش میکنه. منتها یه فیچری توی TCP هست به نام فست اوپن که باعث میشه در واقع شما بتونید ارتباطات سریعتری بگیرید. توی این روش شما اگر ببینید اون سه مرحله اول که برای TCP بود، وقتی اینا با هم دارن سین میفرستن و اک تبادل میکنن، یک چیزی مثل کوکی که ما تو وب هم داریم، درسته؟ شبیه به اون اینجا میبینیم که تبادل میشه رو بستر TCP. این با اون کوکی وب فرق میکنه، ولی به لحاظ عملکردی تقریبا شبیه هست. اگر این کوکی رو شما بتونید داشته باشین، میتونید از همون سشن آیدی که در واقع تو اون لایه برقرار شده، وقتی در واقع این مراحل انجام میدین، یه سشن استبلیش میشه بین کلاینت و سرور، از همون سشن آیدی میتونید توی ریکوست های بعدیتون استفاده بکنید و مراحل هندشیکینگ رو سریعتر انجام بدید که بهبود پرفورمنسی اتفاق بیفته، چون همه بهبودا قرار هست تو همین مراحل در واقع اتفاق بیفته. این اپتیمایز کنید، چون سربار ما هم همینجا بود. خب حالا از اینو بگذاریم، بریم سراغ بحث سرتیفیکیت. در مورد خود سرتیفیکیت صحبت بکنیم. سرتیفیکیت ببینید یه موجودیت الکترونیکیه که توسط یه مرجع مورد اعتمادی در واقع تایید شده اصالتش. اما چه جوری اتفاق میفته؟ ببینید عرض کنم خدمتتون که سرتیفیکیت خب معمولا برای سازمان‌ها، بیزینس‌ها، دامنه‌ها و چیزهای اینجوری در واقع صادر می‌کنن و چه جوری اصالتش تایید میشه؟ از طریق مکانیزم امضای دیجیتالیه. یعنی یه مرجعی که ما بهش اعتماد داریم سرتیفیکیت رو امضا میکنه و میگه بله من این هویتش رو و نگاشت بین این هویت و این گواهی نامه رو تایید میکنم. شما به این CIO اعتماد دارید. ما به این CIO، حالا CIO مخفف سرتیفیکیت اتوریتی، یعنی حالا مرکز ریشه هم بهش میگن، مرکزی هستن که در واقع مرجع صدور و مدیریت در واقع چرخه این گواهی نامه هستن. حالا بخوایم بیشتر در موردش صحبت بکنیم، یعنی مثلا مثال مفصل تری بخوام بزنم، شما تا حالا واسه دامنه گواهی نامه SSL گرفتین؟ مثلا دامنه که حالا برای سایت شخصیتون، برای بیزینس یا جایی، احتمالاً این کار انجام دادین دیگه، درسته؟ چیکار میکنید معمولا؟ میایید رو ماشین خودتون، مثلا از طریق یک سری ابزار لایبرری که وجود داره، شاید یکی از معروف ترینش چیه؟ اوپن SSL جان؟ آره، از این چیزا از این لایبرری استفاده میکنید، یه زوج کلید میسازید، پرایویت و پابلیک، درسته؟ پرایویت رو برای خودتون نگه میدونید، به هیچ کسی نباید بدینش، ولی از روی پابلیکه یه چیزی میسازیم به نام CSR، Certificate Sign Request. اینو برای کی باید بفرستین؟ این چیزی که میسازیم رو پابلیک کیتون هم توشه، اینو برای اون CA که برای شما میخواد گواهی نامه امنیتی. ما اینو اکثرا میبینیم توی سایت های شرکت هایی که SSL میفروشن و اینا، که خودشون واسطه مالی هن، یعنی خودشون صدور گواهی نامه رو انجام نمیدن، خب فقط میگیرن اطلاعات از شما، میبرن بدن به اون شرکت بالا سرشون که اون مثلا ارتباطات داره این کار انجام میده. اون میاد CSR شما رو میگیره، با مشخصات شما تطبیق میده. اگر اوکی بود همه چی، برای شما میاد چیکار میکنه؟ اون CSR شما رو برمیده ساین میکنه. با چی؟ با پرایویت کی خودش.
از اونجا که این سی ای ها تو دنیا معدود هستن، تعدادشون خیلی کمه و توی سیستم عاملا توی لیستی از در واقع سی ای های مورد اعتماد هستن، یعنی همیشه همینطوری اگه امروز سی ای مجوز بگیره تمام شرکت هایی که تولید کننده سیستم عاملا، اپل، گوگل، نمیدونم مایکروسافت و شرکت های دیگه، وظیفه دارن بیان چیکار بکنن؟ روت کیه اون سرتیفیکیت اتوریتی رو، اون سی ای رو بیان توی سیستم عامل اد کنن، سیستم عاملی که منتشر میکنن، یا اینو با یه آپدیتی مثلا در واقع به روز رسانی بکنن، حتما نیاز به نصب نسخه مجدد سیستم عامل نباشه. خودتون هم دستی میتونید اد بکنید. توی سازمان ها هم همینطوریه. بعضی جا سازمان ها میخوان خودشون یه سی ای سلف ساین درست بکنن که زیاد چیز امنی نیست، ولی برای کاربردهای خودشون. یعنی چی؟ یعنی گواهی نامه هایی رو صادر بکنن که خودشون ساین کردن. این برای بیشتر کار اندازی و کاهش هزینه است، ولی خیلی چیز امنی نیست. ببینید ساختار سلسله مراتبی اینجوریه که این سازمانایی که مرجع صدور گواهینامه هستن خودشون توسط مراجع سطح بالاتری در واقع تایید صلاحیت میشن و چون تعدادشون محدوده خیلی فرآیند سختگیرانه ای دارن. و جالبه بگم دیتا سنترهایی که در واقع اینا به صورت عملیاتی روش کار میکنن، شبکه اینترنت داره روش کار میکنه. یعنی اگر کلید اونجا مثلا لو بره و دزدیده بشه، یا ببینید نصف شبکه اینترنت دیگه امن نیست و یه فاجعه است واقعا. ببینید دو تا چیز شاید تو شبکه اینترنت اگه الان رخ بده اصلا یک بحران جدی رخ میده شاید مثلا، و حمله هم متاسفانه روشون زیاده. یکی هم مرکز ریشه است سی ای ها، یکی هم دی ان اس سرور ها. اگه دی ان اس سرور های جعلی بیان بالا و به شما بگن که این سروری که می‌خوایم دنبالش بگردید اینه و شما بهش وصل بشید و نفهمید که این واقعا سرور واقعی هست یا نه، اطلاعاتتون رو در اختیار افراد اشتباهی قرار خواهید داد. این واقعا یه چیز بحرانی است. حالا یکم جزئی‌تر در موردش صحبت می‌کنم. بذارید من الان اول بگم که این چیه. من این دامنه آی آر لاکت که الان سایت در واقع مجموعه اسم دوستان زحمت کشیدن آوردن بالا رو مثلا به عنوان مثال آوردم. یه گواهینامه ای رو توسط یک جایی به نام Let's Encrypt، همه دوستان فکر کنم میشناسن دیگه. Let's Encrypt یه سی ای هست که تو دنیا پذیرفته شده است و سرتیفیکیت های مجانی میده، منتها یه سری محدودیت هایی داره دیگه. مثلا 3 ماه هست گواهینامه‌اش و شما 3 ماه یه بار باید اینو چیکار بکنید؟ تمدیدش کنید. اگر نگاه بکنید گواهینامه ای، حالا امیدوارم که بتونید بخونید، ببینید یه ساختار سلسله مراتبی هست. این سرتیفیکیت irlocket.ir که واسه یه دامنه خاصی در واقع صادر شده که اولش هم یه استار هست، wildcard.irlocket.ir، یعنی تمام زیر دامنه های irlocket هم میتونن از گواهینامه SSL استفاده بکنن، بس تو ببین که تنظیمات به چه شکلی باشه. درسته؟ سطح بالاش کیه؟ Let's Encrypt CA که گواهینامه رو صادر کرد. اما قضیه به اینجا ختم نمیشه. Let's Encrypt خودش توسط جای دیگری به نام DST root CA تایید صلاحیت شده. این سلسله مراتب که میبینید همون سلسله مراتب تراست است، بهش میگن chain of trust، زنجیره اطمینان. اون DST اصطلاحا بهش میگیم root CA. Let's Encrypt root CA نیست. Let's Encrypt چیه اینجا؟ intermediate CA میانی. DST root بالاتر از DST نیست و چند تا بیشتر مثل DST تو دنیا نیستن، تعدادشون محدوده. irlocket.ir هم که چیه؟ اگه این ساختار درختی ببینیم اون ریشه باشه آخرش چی میشه؟ برگ. اونم بهش میگن leaf certificate، یعنی سرتیفیکیت های برگ که واسه یه دامنه خاصی صادر میشه. شما میتونید حتی واسه زیر دامنه هاتون گواهینامه های جدا بگیرید، ولی چیز رایجی نیست. یعنی یکی بیاد واسه روت دامنه اصلیش یه سرتیفیکیت بگیره، بده واسه زیر دامنه شون یه سرتیفیکیت دیگه بگیره، ولی قابل انجام هست این کار. این زنجیره اطمینان باعث میشه که در واقع وقتی من دارم با یه سرور مثل irlocket.ir صحبت میکنم، مثلا از طریق بروزر یا موبایل اپلیکیشن، اون موبایل اپلیکیشن میاد به سرور میگه سرتیفیکیت تو بده، سرتیفیکیتشو میده، میاد میبینه خب من دارم با irlocket صحبت میکنم، این گواهینامه هم برای irlocket. از طرف دیگه کی صادرش کرده؟ Let's Encrypt. آیا من به Let's Encrypt تراست دارم؟ اگه جزء اون CAI تراستد من باشم؟ بله. اگه نباشه یه لایه میدم بالاتر. به کی؟ DST. DST احتمال دیگه 100% اونجا هست. جزء سرتیفیکیت های روتیه که وجود داره و اصلا در واقع سطح اطمینان خیلی بالایی داره. این باعث میشه در واقع اون تراسته به وجود بیاد. پس بنابراین یک کلاینتی که با سرور میخواد حرف بزنه به یکی از این رده هایی که تو این زنجیره اطمینان هست باید اطمینان داشته باشه. یعنی یکی از اینا رو باید بشناسه و امضاشو بتونه وارسی کنه. برای وارسی امضای یک فرد، امضای دیجیتالی یک سازمان، یک فرد یا یک سرور چیکار میکردیم؟
با پابلیکیش دیگه می اومدیم، درسته؟ اون با پرایویت کی خودش ساین میکرد، من با پابلیک کی اون می اومدم چیکار میکردم؟ امضا رو وریفای میکردم. اون پابلیک کی اصطلاحا چیزیه که باید منتشر بشه دیگه، یعنی تو کل دنیا تو این سیستم عامل اینا باید بیاد، بهش میگن روت سی ای کی، که در واقع کلید روت اون مرکزی ریشه است که باهاش منتشر میشه. ما دو نوع سرتیفیکیت داریم، منظورم از بلاز استانداردیست ها، یکی سرتیفیکیت X509 که بیشتر از همه رایجیه، یکی هم سرتیفیکیت OpenPGP است که یه پروتکل اوپن سورس و اوپن کاملا اوپن استاندارد. بیشتر از الان چون از این خیلی استفاده نمیشه، محدود هست، ما همون X509 رو بگیم. X509 کلی اطلاعات داخلش وجود داره در مورد یک گواهی نامه. الان مینیمایز بکنم چیز میشه این، یه لحظه میخوام آره روی مرورگر میخوام یه چیزایی نشون بدم. بذارید من یه لحظه اینجا یه چیزی رو بیارم، مثلا همین IR locket. خب چی شد موس اومده؟ IR locket.ir اوکی. خب ملاحظه بفهمید سایت اومد بالا، درسته؟ شما رو این گواهی نامش بزنید، سرتیفیکیت رو بیارید. ببینید یه سری اطلاعات اینجا هست. اینجا میگه که سرتیفیکیت برای چه منظوری تولید شده. اینجا میگه سرتیفیکیت برای کی صادر شده، برای IRLocket.ir، توسط چه کسی، Let's Encrypt، چه بازی اعتباری داره، از 24 چنده؟ 6 تا 22/9/2019 این استیتمنت کسی است که صادر کننده گواهی نامه است در واقع. حالا متأسفانه رفت توی پیج دیگه باز شد، اون چیز مهمه نیست، یه بیانیه کلی. اینجا اطلاعات خود سرتیفیکیت است، میگه چه ورژنی داره استفاده میکنه، سریال نامبرش که یه چیزی یونیکه، چه الگوریتمی برای ساین این گواهی نامه اون ایشوئر اون سی ای استفاده کرده، SHA-256 RSA. بعد هش الگوریتمش چیه، SHA-256، نمیدونم خود Let's Encrypt رو کی تایید کرده، اطلاعات Let's Encrypt و کلی اطلاعات دیگه اینجا شما دارید. و عرضم به خدمتتون که اینجا هم سرتیفیکیت پد رو ببینید، مثلا اگه من روی این ریشه بزنم، خود ریشه رو نگاه بکنید، DST root CA از سال 2000 روت خودش رو منتشر کرده تا 2021، تقریبا 2 سال دیگه این باید روت سی ای خودش رو جایگزین کنه. اون موقع است که میاد به کسایی که تولید کننده سیستم عامل هستن روت سی ای جدید خودش رو، پابلیک جدید خودش رو میده که اونو بذارن، یعنی تو آپدیت های بعدی، ورژن های بعدی سیستم عامل. ولی ببینید روت سی ای ها مثل سرتیفیکیت ها نیستن، معمولا سرتیفیکیت هایی که ما برای لیف میگیریم 1 تا 3 سال بیشتر اعتبار نداره. Let's Encrypt مثلا کم کرده اینو چون مجانیه 3 ماه هست، ولی بیشتر از اون معمولا صادر نمیشه چون ریسک های امنیتی داره. ولی روت سی ای ها سرتیفیکیت هاشون 15 سال 20 سال صادر میشه. چرا؟ یه دلیل ساده داره، سخته. اگر این بخواد مرتب به روز رسانی بکنه، فرکانس این تغییرات زیاد میشه. و اگه بین 2 تا بازی به روز رسانی بخوایم از این پروتکل‌ها و سرتیفیکیت استفاده بکنیم، چیه؟ نامعتبر میشه دیگه. وقتی روت نامعتبر باشه، تمام زنجیره زیرمجموعه‌اش هم نامعتبر. بخاطر همین یه بازی زمانی خیلی بزرگی رو در نظر میگیرن که این مشکلات رو به حداقل ممکن برسونه. خب حالا برگردیم سراغ اسلایدامون. ببخشید. بعد از کنم خدمتتون که حالا خودتون لطفاً به این سرتیفیکیت ها چیز کنید، در مورد ساین کردنش هم صحبت کردیم. ببینید هیچ کس به غیر از اون سی ای ای نمیتونه اینو ساین بکنه چون پرایویت کیو داره. حالا یه چیزی، اون پرایویت کی هیچ موقع دزدیده نمیشه. چرا؟ روت سی ای ها به خاطر اینکه جلوی اینو بگیرن، دیتا سنتر هایی که دارن توسط نیروهای نظامی محافظت میشه و والت هایی دارن، گاف صندوق های عجیب غریب دارن که اینا داخل اونها نگهداری میشن، که مثلا با ویروس‌های زنجیرهای خیلی وحشتناکی هم مثلا اونجا چیز شدن، بانچونه واقعی ها، یعنی اگه تصاویرشو سرچ بکنید احتمالاً شاید پیدا بکنید. یه جاهایی هم که حتی حمله فیزیکی احتمالش هست بهشون اتفاق بیفته و داخل یه تجهیزات تمپر پروفی به نام HSM نگهداری میشن که اگه کسی اون دستگاه هم زد زیر بغلش دوید تو خیابون، خود دستگاه دیتکت میکنه و کلیدا رو پاک میکنه که نتونن خودشونو به جای سی ای جا بزنن. و خب طبیعتاً البته خب تا حالا حمله فیزیکی گزارش نشده، ولی منظور این که تا این حد در واقع کنترل‌های امنیتی پیاده سازی میکنن.